یکی از مهمترین نقشه هایی که شما برای برنامه ریزی بهش نیاز دارید نقشه کاربری اراضیه میخوایم بریم ببینیم که در محیط ArcGIS Pro چجوری میتونیم این نقشه رو تولید کنیم همراه من هم هم باشید نقشه کاربری عراضی یکی از مهمترین نقشه هاییه که برای برنامه ریزی بهش نیاز داریم حالا اگر بخوایم این نقشه رو داخل محیط ArcGIS Pro پرو ایجاد کنیم باید از کدوم قسمت این کار رو انجام بدیم اولین نکته برای درست کردن نقشه لند یوز یا کاربری اراضی اینه که خب منطقا باید دیتاش رو داشته باشید حالا این دیتا رو شما ممکن خودتون برداشت کرده باشید محدودتون رفته باشید اطلاعات مربوط به هر قطعه درباره کاربری زمینش رو برداشت کرده باشید وارد اکسل کنید و اتصال بدید به لایتون داخل محیط نرم افزار یا یعنی اینکه این فایل و لایه ها رو از هر جایی که دریافت کردید مثلا اگر لایه‌تون رو از شهرداری گرفتید در جدول اطلاع توصیفی اتریبیوت تیبل لایتون این فیلد کاربری اراضی وجود داشته باشه و داخل لایه این اطلاعات باشه در اینجا و روی لایه‌ای که من دارم کار میکنم هم داخل جدولش اطلاعات لند یوز و کاربری اراضیش هستش در قسمت کانتنت اگر روی لایم اینجا کلیک راست کنم و اتریبیوت تیبلش رو باز کنم مشاهده میکنیم که یک فیلدی دارم به نام لند یوز که کاربری اراضی هست حالا ممکنه در اون جدولی که شما دارید اسم دیگه ای رو براش قرار داده باشه حالا اختصار نوشته باشه یا حالا یک اسم دیگه ای ممکنه صرفا لند یوز یا کاربری عراضی نباشه بستگی به اطلاعاتی داره که داخل فیلش آورده شده الان فیل من که اینجا اسمش لند یوز هست داره کاربری عراضی هر قطعه رو اینجا من نمایش میده مثلا اگر از سربرگ مپ و قسمت سلکت بیام اینجا یک بار دیگه میرم به سربرگ مپ از قسمت سلک یکی از انواع سلک رو انتخاب میکنم مثلا رکتنگل رو میزنم باقی بمونه چند قطعه رو اینجا سلکت میکنم و انتخاب میکنم داخل جدول اطلاع توصیفی و اتریبیوت تیبل هم یک قسمتی داری که فقط میاد اطلاعات مربوط به عوارضی که select شده رو بهتون نمایش میده شو ریکورد اگر من روش کلیک کنم نگاه کنید فقط اونهایی که select کردیم رو میاد اطلاعاتش رو به همون نمایش میده. اینجا نمایش داره میده که کاربری هر کدوم از این قطعات چه چیزی هستش. اگر من داخل جدولم هم ردیفی رو انتخاب کنم اون رو داخل نقشه به هم نمایش میده. یا الان اینجا به صورت زرد رنگ به من داره نمایش میده که اطلاعات این ردیف مربوط به این قطعه است و کاربریش درمانی و بهداشتی هستش. پس به این شکل میتونید ببینید که هر کدوم از قطعاتتون چه اطلاعاتی رو دارن و چه ویژگی هایی رو دارن حالا اگر بخواید روش دیگه هم بر دیدن اطلاعاتشون ببینید الان بذارید من این سلکت هم رو از قسمت کلیر پاک کنم در روش دیگه مجددا از سربرگ مپ و قسمت اکسپلور وقتی که در حالت انتخاب باشه روی هر قطعه ای که کلیک کنین اینجا بهتون فیلد های مربوط به جدول اطلاع توصیفیش رو بهتون نمایش میده و میتونید ببینید که اطلاعات هر فیلد برای این قطعه ای چه چیزی است. مثلا این قطعه ای ما تجاری هستش و مساحتش رو نوشته و موارد دیگه پس به این شکل هم میتونید اطلاعات مربوط به قطعاتتون رو مشاهده کنید الان اگر من مثلا این قطعه رو سلکت کنم اطلاعاتش رو اینجا به هم نمایش میده و حتی اگر بذارید کلیر کنم به این قسمت که همه رو بهم به نمایش بده اینجا یک ردیفی رو از اطلاعات انتخاب میکنم اگر در این قسمت زوم تو رو بزنم ما رو به اون قطعه میبره و در نقشه هم به همون نمایش میده پس دیدیم که چجوری میتونیم اطلاعات مربوط به عوارضمون رو داخل جدولمون مشاهده کنیم حالا میخوام هم نقشه کابری عراضی رو ایجاد کنم برای درست کردن نقشه با استفاده از اطلاعاتی که داخل اتریبیوت تیبل یا جدول اطلاعات توصیفیمون هست باید اول از همه لایه در قسمت کانتنت در حالت انتخاب باشه من جدولش رو میبندم و انتخاب هم رو پاک میکنم وقتی که لایه در این قسمت در حالت انتخابه علاوه بر سربرگ که قبلا نمایش میداد سه سربرگ جدید رو همینجا بهمون نمایش میده در سربرگ فیچر لیر قسمتی داریم به نام سیمبولوژی که وقتی که میخوام بر اساس اطلاعاتی که مربوط به جدول اطلاعات توصیفیم هست و داخل اتریبیوت تیبل هست یک سری نقشه هایی رو خروجی بگیرم توی از این قسمت هم این کار رو انجام بدیم نقشه کاربری عراضی رو شما باید در این قسمت تولید کنید پس سیمبولوژی رو اینجا انتخاب میکنم وقتی که انتخاب کنم پنجره ای رو در سمت راست صفحه به من نمایش میده اول از همه باید از این قسمت پرایمری سیمبولوژی نوع این نمادگذاری رو مشخص کنید ببینید قسمت های مختلفی رو اینجا داره به ما نمایش میده مثلا این قسمت دات دنسیتی اطلاعات رو به صورت نقطه‌ای روی عوارضتون نمایش میده اطلاعاتی که داخل جدول هست یا در قسمت چارت میاد نمودارهایی رو روی عوارضتون قرار میده با توجه به اون اطلاعاتی که میخواید نمایش بدید پس هر کدوم از اینها یک عملکرد متفاوتی رو دارن ما برای اینکه نقشه کاربری عراضی رو درست کنیم از این قسمت کتگوری یونیک ولیو رو باید انتخاب کنیم یونیک ولیو رو شما چه زمانی انتخاب میکنید برای زمانی هست که شما هر اطلاعاتی که داخل فیلدتون هست قرار یک نماد مخصوص به خودش رو بگیره مثلا مسکونی ها قرار رنگ زرد بگیرن تجاری ها قرار, قرار قرمز بشن و بقیه این موارد دستبندی ندارید مثلا شما وقتی میخواهید مساحت رو نمایش بدید میگید 50 تا 200 متر رو یک رنگ کن ولی وقتی میخواهید کاربری عراضی رو, رو نمایش بدید دیگه این دستبندی براتون وجود نداره و قراره برای هر ارزش و برای هر نوع اطلاعاتی یک نماد یونیک و خاصی رو در نظر بگیرید مثلا اگر بخواید طبقات رو هم نمایش بدید میتونید از این قسمت استفاده کنید در صورتی که بخواید بگید یک طبقه ها با این رنگ دو طبقه ها با این رنگ سه طبقه ها با این رنگ یعنی هر کدوم یک نماد خاصی رو داشته باشن از قسمت کاتگوری و یونیک ولیو استفاده میکنیم اول از همه از قسمت فیلد با فیلدی رو انتخاب کنید که قرار اطلاعاتش رو, رو روی این نقشه نمایش بدید فیلد ما لند یوز بود یا همون کاربری اراضی از این قسمت یه سری ها و رنگ هایی رو داره بهتون پیشنهاد میده که میتونید ازشون استفاده کنید اینجا به کار ما نمیاد چون ما میخوایم بر اساس استاندارد های نمات هامون رو برای حرارزه انتخاب کنید و میایم سراغ قسمت پایین در این قسمت شما میایید نمات هاتون رو اینجا تغییر میدید نگاه کنید اسم کاربری ها و تمام اطلاعاتی که داخل جدول اطلاعات توصیفی و مربوط به فیلد لندیوز بودن اینجا آورده هر کاربری که داشتید رو اینجا داره بهتون نمایش میده حالا شما میخواید بر اساس استاندارد و اون چیزی که مد نظرتون هست بیاید رنگ هر نماد رو هم تغییر بدید برای این کار چیکار میکنید؟ مثلا کاربری مسکونی کاربری مسکونی همیشه دیدیم که کاربری مسکونی رو به رنگ زرد نمایش میدن برای اینکه نمادش رو تغییر بدید، اینجا روی نمادش یک بار کلیک میکنید. این قسمت رو بهتون نمایش میده که دو بخش داره. در قسمت گلری، یک سری نمادهایی رو به صورت آماده داره بهتون نمایش میده. هر کدوم رو که انتخاب کنید، ببینید الان اگر این رو انتخاب کنم، تمام کاربری های مسکونی من رو با این نماد به هم نمایش میده. اگر این رو انتخاب کنم، کاوری های مسکونی رو با این نماد به هم نمایش میده. پس یک سری نماد های آماده اینجا هست میتونید ازشون استفاده کنید. اما اگر بخواید خودتون این نماد رو بهش و این رنگ رو بهش معرفی کنید میرید به قسمت پراپرتیز. در قسمت کالر یک رنگ رو واسه یه رنگ داخل آرزه انتخاب میکنید با توجه به که اینجا عوارز ما پلیگونی هستن یک رنگ داخلم و یک اوتلاین دارم من اینجا مثلا این زرد رو انتخاب میکنم برای داخل قطعم و اینجا اوتلاین کالر هست یک رنگ واسه این خط اوتلاینی که این دور هست انتخاب میکنید من میام به فرض این توسی رو انتخاب میکنم و اینجا زخامت خط رو هم میتونید تغییر بدید میزم روی هفته هم و اپلای میکنم ببینید چرا روی این نماد مال کرد به خاطر اینکه من تو این قسمت این نماد رو انتخاب کرده بودم اومدم داخل قسمت پراپرتیز رنگ این نماد رو تغییر دادم پس به خاطر اینکه یه همچین نمادی رو واسه من در نظر نگیره من باید نمادهایی رو استفاده کنم که به همین شکل باشه یعنی یک رنگ واسه داخلش داشته باشه و یک اوتلاین داشته باشه میتونم هر کدوم از اینها رو انتخاب کنم بیام به قسمت پراپرتیز بگم رنگ داخلش رو زرد بذار آوتلاینش رو تو سی بذار و حالا زخامتش هم همین بمونه و اپلای کنم ببینید الان اون چیزی شد که مد نظر ما بودش کاربری های مسکونی رو داره با این نمادی که ما واسش انتخاب کردیم به همون نمایش میده حالا این زمانی بود که شما بخواید یک رنگی رو از اینجا انتخاب کنید اگر یک استاندارد و یک کد رنگی داشتید باید چه کار کنید مثلا نگاه کنید وزارت راه و شهرسازی یک سری استاندارد داره واسه طرحهای توسعه عمران شهری که وقتی میخواد طرحی ارائه بشه باید حتما بر اساس این ها باشه مثلا اینجا ببینید مدر هر کاربری رو گفته که کد RGB رنگش چه چیزی باشه و بر اساس این کد ها رنگها رنگ ها رو بهش معرفی میکنید مثلا مسکونی رو ببینید رنگ داخل آرزه و قطعه با این کد RGB باید باشه رنگ اوتلاینش این باشه زخامت آوتلاین هم گفته و گفته که نوع آرزه هم قطعه و پارسل هستش پس من میام به اساس اینها اندفه مسکونی ها رو تعیین میکنم رنگش رو پس میرم دوباره داخل محیط نرم افزار برای اینکه کد های رنگی رو بهش معرفی کنم باید چیکار کنم این رنگ داخلش بود دیگه میام دوباره به قسمت کالر اندفه میرم سراغ قسمت کالر پراپرتیز اینجا کالر مود و اون کودهای رنگی رو نوع کودش رو مشخص میکنید اونجا بر اساس کودهای RGB به ما داده بود پس من اینجا RGB رو انتخاب میکنم کودمون چی بود؟ R255 یا همون گرین 255 و بلو هم صفر بود که حالا خودش اینجا بودش پس کد رو به این شکل اینجا وارد میکنید و اوکی میکنم اما واسه رنگ اوتلاین هم یک کد رنگی به ما داده بود دوباره میرم به قسمت کالر پروپرتیز و کد رنگی که در اوتلاین معرفی کرده بود رو اینجا بهش معرفی میکنم و اوکی میکنم زخامتش رو هم گفته بود چهاردهم باشه این رو هم وارد میکنم و اینجا اپلای میکنم اینجا یک نمایشی هم بهتون میده که اون چیزهایی که دارید وارد میکنید اینجا به چه شکلی قرار اینجا نمایش داده بشه ببینید الان مسکونی های ما رو اندفعه با این کودهایی که ما بهش اعمال کردیم و این زخامتی که دادیم براش تغییر داد بقیه عوارض هم به این شکل دونه دونه روی هر آرزه روی نمادش کلیک میکنید اینها رو براش تغییر میدید از قسمت کالر پراپرتیز اگر به اساس کد رنگی و استانداردی بود و یکی یکی براش اعمال میکنید تا نقشتون رو خروجی بگیرید یه قسمتی داریم اینجا به اسم لیبل نگاه کنید الان اینجا داخل جدول اطلاع توصیفی کاربری ها رو به همین شکل وارد کرده بود یعنی مسکونی تجاری اینجوری نوشته بود اما یه موقعی هست شما کاربری ها رو به اساس اعداد وارد میکنید یعنی برای خودتون یک راهنمایی دارید که مثلا کاربری مسکونی رو برابر با یک قرار میدید تجاری رو دو قرار میدید اگر به اساس اینها و اعداد وارد کرده بودید میتونید در قسمت لیبل بیاید اون چیزی که میخواید در قسمت راهنما بهتون نمایش بده وارد کنید به طور مثال اگر اینجا به جای مسکونی نوشته بود یک در قسمت لیبل هم به شما یک رو نمایش میده اما شما میتونید بیاید بگید برای نمایش در داخل راهنما اینجا برای من کاربری مسکونی رو نمایش بده ببینید من الان داخل راهنما مسکونی اما بلافاصله که تایپ کنم تبدیل به کاربری مسکونی میشه پس میتونید لیبل ها رو هم اینجا تغییر بدید تا در راهنما اون چیزی که شما میخواهید رو بهتون نمایش بده من میام نماد سایر کاربری ها رو هم تغییر میدم تا در نهایت خروجی رو با هم دیگه مشاهده کنیم ها ببینید من استاندارد ها رو اینجا اعمال کردم رنگ هر نمادی رو تغییر دادم و این شد نقشه کاربری اراضی ما دیدیم که به راحتی میتونیم این کار رو در محیط نرم افزار ایکس رو انجام بدیم امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه موفق باشید